به نام خدا، سلام خدمت همه شما بیننده عزیز ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدیم به یک دیگر از گزارش های هراتگردی با سلیم مقیمی. امروز آمدیم به شهر نو و از شهر نو میخواییم بریم به ساحه چارسو و این مسیر رو برای شما نشان بدیم. یک مسیر بسیار شلوغی هست، بس با ما امروز باشیم. خب دوستای عزیز، از اینجا شروع میکنیم که ایسکای سرویس هم هست، اما دیزل تمام های قدیمی که دمشابی مارکت استاد میشن و در واقع مسواری هایی که به مسیر دروازه قندار میرن را از اینجا برمیدارم و میرم به طرف. و این ساحه خب ساحه شهر نو که میره به طرف قلعه اختیار الدین و بازار چینی فروشی ها، بسیار مزدحم و دو طرف از این بزازی های قدیمی و پارچه فروشی های قدیمی موقعیت داره و همچنان مارکت برادران و این طرف هم در واقع مارکتیه که تلویزیون فروشی های بیشتر به اینجا گاه و او طرفتر هم در ساحه روبرو و مسیر روبروی ما هم خب پارک ایلالیه که از چند سال به این طرف ساخته شده و رستورانی همینجی ساخته شده به نام مرینا. و در این پارک هم که از طرف سکتور خصوصی بازسازی شده معمولا مردم می آین و برای تفریح و سرگرمی. و این طرفتر هم دوستای گرامی خب می بینیم پارک شمیران و قلعه اختیار الدین هست و همچنان ازدهامی که در این ساحه تماشا میکنیم مربوط میشه به پای آثار و بازار چینی فروشی ها که ما بارها به اینجا آمده ما گزارش ساختیم. این طرف هم خود قلعه تاریخی اختیار الدین یا ارگ هراته که از مشهورترین بناهای تاریخی افغانستان به حساب میایه که گزارش هم از اینجا ساختیم. اگر ندیدیم بریم به چینل اون میشه ببینیم. و میرسیم به پای آثار، پای حصار هم میگن، و اینجا هم خب نون سرد میفروشن، معمولا ارزان تر و همون طبقه که اقتصاد ضعیف تری دارن در واقع از اینجا خرید میکنن و کارگرار میبینیم که هنوزم سر کار نرفتن و ادعی هنوز چشم برای ازی هستم که برم به سر کار و لقمنان پیدا بکنن. خب از پای آثار میریم به طرف جاده لیلامی و جاده که میرسه به چارسو. خب این جگه هم طوری که تماشا میکنیم نخود بریزی های که از قدیم ها از سالیان بسیار دور قدیم به اینجی فعالیت میکرده و به این شکل دو طرفه میبینیم که عطاری هم هست و جلوتر که باز بریم بر علاوه عطاری ها و تنباکو فروشی ها و زعفران فروشی و نخود بریزی میشه گفت که دکانهای لباس فروشی هم در اینجا هست که اینجا بیشتر مربوط میشه به شهر کنه و شهر قدیم هرات که به خاطر ماندگاری اجازه ساخت و ساز دادن نمیشه به کسایی که به اینجا دکان و مارکت دارن. میگن که همون بافت قدیمی شهر همچنان باقی بمانه و شهر سه‌چرخه هم شده دیگه. هرات بسیار 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 زیاد شده، تعداد سه‌چرخه ها در شهر هرات طوری که شما در تصویر میبینیم باز به ساحه جاده لیلامی که معمولا مردم برای خرید میآین فوق العاده ازدحام سه‌چرخه ها و رکشه ها زیاد هست و عرضگاهی دیگه ترافیک سنگینی در اینجا ایجاد میکنه. خب شما گزارش ایرادگردی را از چینل یوتیوب سلیم مقیمی تماشا میکنین و دوستای عزیز ما میریم به سمت چارسو یا چارسو که این مسیر دیگه از شلوغ‌ترین جاده های هراته که یک طرفه، ولی دو طرفه میبینیم که رعایت نمیکنم قانون همشهری ها ما و میاین در واقع از موتور سایکل گرفته تا سه‌چرخ و حتی موتر به این طرف که باید نیاین میاین که خود از این بی‌نظمی ترافیکی مسلماً بیشتر و بیشتر میسازه. خب رسیدیم به جاده لیلامی ها. جاده لیلامی ها که در تاریخ اینجیر به نام چهارباغ یاد میکنن، ساحه چهارباغ که در واقع
به این نام یاد می شده، ولی از چند سال به این طرف که بازار شده برای خرید و فروش لباس و امو اجناسی که مردم نیاز دارم به نام جاده لیلامی ها یاد میشه. و از این ساحه که پیشتر بریم و که دم بدم به چارسو نزدیک تر میشیم، بازار شلوغ چارسو در واقع اینجی زرگری های بازار زرگری های هرات و طلا فروشی های هرات که ما چندین بار آمدیم اینجی گزارش ساختیم و برنامه برای شما بساختیم. بعد خب معمولا به اینجا هم بازار شلوغیه و معمولا برای خرید طلا مردم میآیان و این طرف لباس فروشی هم هست، کباب فروشی هم هست و این دست راستم کوچه رنگریزی هست. کوچه رنگریزی که یک دیزیپزی معروفی بود، رفتم برنامه ساختم یاد شما حتما هست. بعد عرض کنم خدمت شما که دو طرف هم زرگری های و اینجی دکان های لباس فروشیه که مردم بیشتر از اطراف و پولیسفلیا و دیات هرات می آیند به اینجگا و مو لوازمی که به کار دارن رو می خرن. بازم می بینیم که اصلا قانون ترافیکی رعایت نمیشه به اینجی و متو خلاف دگه می آیند و خود از این خلاف ورزی باعث میشه که ترافیک سنگین تر ایجاد بکنه و مشکلات ترافیکی زیادتری به بار بیاره. اینجا هم مسجد جامع صادقیه که از اینجا عبور کردیم، یکی از مساجد بزرگ شهر هرات و در دو طرف در ایساها یک شیریخ فروشی معروفی که از گذشته های دور در اینجا فعالیت میکرده که هنوز هم هست، شیریخ فروشی جایدری که شیریخ معروفی در هرات، مردم هرات آشنایی دارن با شیریخ حیدری و طعم و ذائقه. خب نزدیک میشیم کم کم به چارسو یا چارسوق، اما تو میریم بازم جلوتر خواهی خود چارسویه یا چارسوق. مرکزیت شهر قدیم میشه اینجا دیگه، مرکز شهر قدیم میشه که در این ساحه هم معمولا ازدحام زیاد می باشه و این دو طرف دیگه خانه ها و دکان های قدیمیه. اینجی تیمچه موسایی های و به می شکل چندین تیمچه و بازارهای سرپوشیده در این ساحه که ابو هرات قدیم نشون میده. یک زمان روایته که کلن این ساحه شهر هرات سرپوشیده بوده، یعنی بازار سرپوشیده بوده در تابستان و زمستان و چهار فصل که دیگه فعلا نیه به او شکل. و یک مشکلی که در شهر قدیم در سالهای اخیر ایجاد شده و به وجود آمده در اثر بی‌توجهی ها و رشوه ستانی ها بحث ساخت و سازهای بی‌رویه و همچنان ساخت و سازهای غیر معیاریه که اینا خودی و مزیدی بر علت شده که هرات ثبت سازمان یونسکو نشه و امو معیارها رو ندیشته باشه برای ثبت شدن در مجامع بزرگ فرهنگی جهان، در حالی که پتانسیل هرات داره ولی به بی‌توجهی هایی که صورت میگیره و صورت گرفته بود متاسفانه که هرات که پایتخت فرهنگی افغانستان بیش از 800 بنای تاریخی داره، این شهر هنوز ثبت میراث‌های فرهنگی نشده و ای خودی و واقعا دردآور و نگران کننده هست. خب ما از ساحه چارسو هم عبور کردیم و ای نزدیک میشیم به کوچه پالاندوزی یا پالاندوزی و انتهای این سرک ختم میشه به درب قندهار یا دروازه قندهار. خب همونطور که تماشا میکنین بسیار اینجا مزدحم و بسیار شلوغه و جاده یک طرفه ولی دو طرفه استفاده میشه دیگه. میبینیم موتور سایکلا به مو شکل میآین و توجهی هم در واقع به مو رعایت قوانین ترافیکی ندارن که خود از این مشکلات و دردسرها در شهر اضافه کرده و بارها باعث حادثه ترافیکی شده، رابندان شده، کسی مریضی دیشته نتونسته مریض رو به موقع برسانه به شفاخانه. و این دست راست کوچه پالوندوزی هست که یک بار اومدیم به اینجی و
گزارشم بساختیم. خب نزدیک میشیم به درب قندهار و انتهای گزارش ما ختم میشه به دروازه قندهار. خدا کنه که خاطرات شما تازه شده باشد. شکر که با ما همراه بودین و این گزارش ایراد کردیر تماشا کردیم. خب گزارش ما به میج ختم میشه. نظریات حتما با ما شریک بسازیم و اگر تا کنون عضو کانال ما نشدیم همین لحظه عضو بشیم و دکمه سرخ رنگ فشار بدیم. این هم درب قندهار و پرچم امارت اسلامی. وقت شما خوش. خدا نگهدار.